برای ضرب نمودن اعدادی که بین 100 الی 109 قرار دارد و پشتر هم باشد، طریقه خوبی وجود دارد که با هم دیگر ضرب کنیم. 102 را می نویسیم، 100 جمع 2 علامه ضرب هم خودش. 103 را می نویسیم، 100 جمع در 3، به خاطر اینکه 100 جمع در 3 شده دوباره 103 می شود. خب برای ضرب نمودن اینا هست، در قدم اول 100 ها رو با هم دیگر ضرب کنیم و بعد که هست عدد های دیگر. خب در نتیجه 100 با 100 که ضرب شود در این قسمت چند میشه؟ 1. خودمون می نویسیم 4 دانه 0. در این قسمت نکته که قابل ذکر هستن و او عبارت ازی هستن که طریقه ازی هستن که وقتی که عدد صفر دار باشد ما چطور ضرب کنیم. در این قسمت ای جدا از درس هستن که ما با هم دیگر ضرب کنیم. فرض مثال ما داشته باشیم که 100 جمع در 10، در قدم اول کس چی کنیم؟ همی یک شده می نویسیم، تعداد صفرها را حساب کنیم، 1 2 3. 100 ضرب در مثلا 1000 باشد، در نتیجه چی کنیم؟ 1 را می نویسیم اما صفرهاش در کنارش می نویسیم، یعنی تعداد یا صفر را 1 2 3 4 5، 5 دانه صفر، 1 2 3 4 5. خب به طور خلاصه اگر بگیم که اعدادی که صفر دار باشد، اینجا می بینیم که صفر دار هستن، اما عدد خلاف صفرش بنویس و بعدن کس چیکار میشه؟ تعداد صفر در کنارش بگذار، در صورتی که اعدادهای مثلا 10 باشد، 100 باشد، 1000 باشد، 10000 باشد، به این صورت. حالا اگر مثلا باشد که 20 ضرب در مثلا باشد که 200، ایر چیکار میم؟ در قدم اول کس اعدادهای خلاف صفر با هم دیگر ضرب میم، 2 ضرب در 2 4 میشه، چند تا صفر هستن؟ 1 2 3، 3 تا صفر در کنارش میگذاریم، 3 تا صفر که مساوی شد و چند؟ 4000. و این دقیقاً ترفند و یا رویش هستن که در محاسبه ما کمک می‌کنه. ما با استفاده از این رویش هست ما در اینجا استفاده کردیم. چرا هم استفاده کردیم؟ در عددهایی که خلاف صفر هستن، یعنی عددهایی که صفر دار هستن، یک عبارت از 100 هستن، دیگه 100 هستن، این با هم دیگر ضرب کردیم، 1 ضرب در 1 1، چند تا صفر هستن؟ 1 2 3 4، 4 تا صفر نوشته کردیم. عددهایی که صفر نیستن و عبارت از 2 و 3 هستن، اینا را یک بار ضرب کو، یک بار جمع کو، یک در میان از طرف راست بنویس، 2 ضرب در 3 6، 6 از طرف راست بنویس، یک در میان، یعنی یک بار بنویس یک بار ننویس. 2 جمع در 3 مساوی میشد با 5، 5 در قسمت نمیشتن، نوشتن نه، به خاطر اینکه ما گفتیم یک در میان، باید این در قسمت نوشته کنیم. عبارت چند هستن؟ در زیر زمین صفر، 3 و می از طرف راست، 2 جمع در 3 5. حالا کسر جمع کو، 5 0 جمع در 6 6، 0 دیگر هم پایین مونیم، 5 و 0 جمع 5، 0 دیگر هم پایین مونیم، 1 هم خودش، یعنی کسر نتیجه ضرب 102 ضرب در 103 هستن. امیر دقیقاً این دمی قسمت کسر ما ضرب کنیم که کار ما درست بوده یا نه. 102 ضرب در 103، 236 0، 3 ضرب در 13 0 0 0 12 101 6 0 5 0 1 عین نتیجه این میشه. مثال دیگر اگر در نظر بگیریم، او عبارت از چند باشد؟ 104 و 105 باشد. 104 و 105، 104 ضرب در 105 مساوی می شود. در قدم اول نوشته که 100 جمع در 4 ضرب در 100 جمع در 5، به خاطر دوباره همی عدد رو می دیم. عدد های صفر دار رو با هم دیگر ضرب کن، این مساوی می شود با چند؟ یک رو نوشته که چند صفر هستن؟ 4 دانه صفر در کنارش نوشته کو، و بعد کس عدد ها رو از طرف راست به طرف چپ کس یک در میان یک بار ضرب کو، یک بار جمع کو، 4 5 20، 20 را اند نوشته کو، به خاطر دو رقم باید در دو جایگاه قرار بگیره. و بعد کس جمع کو، 4 جمع در 5 مساوی می شود با 9، 9 را کس دقیقاً اند اینج نوشته کو، به خاطر اینکه دیگه اینج دو رقم شد، دو رقم همون جای یک در میان را گرفت و هم اساس ما این رقم قرار نمیدیم که در این دقیق قسمت نوشته کنیم، پس همون حفظ مونیم که یک بار می نویسیم یک بار نمی نویسیم، به خاطر از اینکه دو رقم شد دیگه جایگاه از همون چیره گرفت دیگه، جایگاه از همون یک در میان ده، اینا رو با هم دیگر جمع کن، 0 2 خودش 9 خودش 0 هم 1ش، اینی کس چند میشه؟ نتیجه ضربی 104 ضرب در 105. امیر این دقیق قسمت کس ضرب کنیم که آیا درست بوده یا نه. 104 ضرب در 105 مثلا میشه 4 5 20 دو حاصل، 5 ضرب در 0 مثلا میشه با 2 5 0 0 0 1 ضرب در 4 0 1 مثلا میشه با 0 2 9 0 1.